بدون فوت وقت بریم سراغ زندگی نادرشاه افشار نادرشاه افشار یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین فرماندهان نظامی ایرانه که در سال 1688 میلادی یا همون 1067 هجری شمسی در غریه کوچکی به اسم دریاز در شمال خراسان به دنیا خانوادش از طایفه افشار بودند یک تایفه نیمه کوشنشین که بیشتر به چوپانی و کشاورزی روزگار میگذروندن. پدر نادر امام قلی یک چوپان ساده بود و هیچ دخلی هم با دربار نداشت. نادر از همون اول بچگی با فقر و سختی های زندگی دست و پنجه نرم کرد. بعد از اینکه پدرش رو از دست داد مسئولیت زندگی هم روی دوشش افتاد و با مادرش باید گلیم خودشون رو از آب میکشیدن بیرون به گفته یه سری از مورخان نادرگولی از همون بچگی نشون داد که آدم شجاع و توانمندیه. مثلا گفته میشه که تو ده سالگی از سواری یاد گرفته بود و حتی به شکار میرفت. وقتی با بچه های دیگه بازی میکرد همیشه نقش سردار یا شاه رو انتخاب میکرد. این رفتار از همون اول نشون میداد که یک روز قرار یک فرد مهم بشه. وقتی که نادر نوجوان بود به خدمت حکام محلی در اومد به خاطر شجاعت و توانایی های نظامیش خیلی سریع مورد توجه قرار گرفت و یکی از اولین کسانی هم که نادر رو دید بابا علی رئیس ایل افشار و حاکم عبی ورد بود نادر به خدمت بابا علی در اومد و به خاطر رشادتهاش تونست به مقام نگهبانی برسه نادر تو این مدت خیلی از خود شجاعت و دلاوری نشون داد و تونست اعتماد بابا علی بیک رو جلب کنه بابا علی بیک هم دید که نادر یک جوون شجاع و باهوشه که تو هر معمولیتی که بهش میده موفق عمل میکنه تصمیم گرفت رابطهش رو با نادر محکمتر کنه به همین خاطر دخترش رو به نادر داد این ازدواج باعث شد که نادر بیشتر به خاندان حاکم نزدیک بشه و مقام و منزلت بالاتری پیدا کنه از اینجا بود که نادر نه تنها به عنوان یک جنگجو و فرمانده مطرح شد بلکه به عنوان عضوی از خانواده حاکم هم اعتبار بیشتری به دست آورد با این ازدواج نادر تونست به مقام توپنگچی برسه و نقش مهمتری تو امور ایل و حکومت بازی کنه تو این دوران نادر تو خیلی از جنگ ها شرکت کرد و همیشه پیروز از میدون بیرون اومد. زمانی که ها و ازبکان به مرزهای شرقی ایران حمله میکردند نادر بهشون حمله میبرد و اونا رو شکست میداد و از مرزهای ایران بیرون میکرد بعد از مرگ بابا علی بیگ، نادر جاشو گرفت و حاکم شد. آوازه دلاوری های نادر تو خراسان پیچید و کسی جرأت مخالفت با نادر رو نداشت. حالا بیایید یه نگاهی بندازیم به وضعیت ایران تو اون دوران. در اوایل قرن 18 میلادی ایران تحت حکومت صفویان بود اما شاه سلطان حسین آخرین شاه صفوی به خاطر ضعف و عدم مدیریت صحیح نتونست کشور رو اداره کنه این ضعف باعث شد که شورش های زیادی در نقاط مختلف کشور به وجود بیاد و از طرف دیگه حملات خارجی به ایران افزایش پیدا کنه یکی از بزرگترین تهدیدهای خارجی در اون زمان حمله افغانها به ایران بود افغانها به رهبری محمود افغان در سال 1722 میلادی به ایران حمله کردند و بعد از جنگهای سخت و خونین تونستن اسفهان پایتخت ایران رو تصرف کنند و شاه سلطان حسین رو به اسارت بگیرند. این اتفاق باعث شد که ایران وارد دوره از هرج و مرج و بیصوباتی بشه اما تو این وضعیت نادر قلی بر خلاف بسیاری از سرداران دیگه تصمیم گرفت که به مقاومت در برابر افغان ها بپردازه نادر به خاطر شجاعت و توانایی های نظامیش تونست نیروهای بزرگی از مردم و سربازان رو گردآوری کنه و به مبارزه با افغان ها بپردازه تو اما سالهای اول نادر چندین پیروزی مهم علیه افغان ها به دست آورد و اونها رو از بخش های زیادی از خراسان بیرون کرد با گذشت زمان و موفقیت های بیشتر نادر شاه تحماس به دوم که یکی از بازماندگان خاندان صفوی بود تلاش میکرد حکومت صفوی رو دوباره به دست بگیره این شخص به نادر مراجعه کرد و ازش کمک خواست نادر هم قبول کرد که به شاه تحماس کمک کنه و با نیروهای افغان بجنگه اینجا بود که نادر وارد مرحله جدیدی از زندگی شد و تبدیل به یکی از فرماندهان اصلی نیروهای صفوی شد در طی چند سال بعد نادر با تلاش های بیوقفه و شجاعت های بی تونست افغان رو به طور کامل از ایران بیرون کنه و شاه تحماس به دوم رو به تخت سلطنت برگردونه. اما نادر به این پیروزی ها قانع نشد و به فکر گسترش قدرتش افتاد. در همین دوران نادر تصمیم گرفت که به جنگ با عثمانی بره. عثمانی که از ضعف صفویان استفاده کرده بود و بخشای از غرب ایران رو به تصرف خودش درآورده بود. نادر با لشکرکشی به مناطق غربی ایران تونست نیروهای عثمانی رو شکست بده و این مناطق رو دوباره به قلمرو ایران اضافه کنه. یکی از بزرگترین نبردهای نادرشاه علیه عثمانی نبرد کرکوک بود. نادر با نیروهای خودش به کرکوک حمله کرد و بعد از یک جنگ سخت و طولانی تونست نیروهای عثمانی رو شکست بده و کرکوک رو به دست بیاره. این پیروزی باعث شد که آوازه نادر در سراسر ایران و حتی خارج از ایران بپیچه و نادر به عنوان یک فرمانده بزرگ و بینظیر شناخته بشه. در همین دوران نادر به خاطر شجاعت و موفقیت های نظامیش لقب تحماس بولی خان رو از شاه تحماس دریافت کرد و به عنوان نائب و انتخاب شد اما نادر به این مقام هم قانع نبود و تای ذهنش به سلطنت فکر میکرد نادر در سال 1736 میلادی تو یک مراسم بزرگ و در حضور بزرگان کشور اعلام کرد که شاه تهماس به دوم از سلطنت باید خل بشه و خودش به عنوان شاه جدید باید تاج گذاری کنه اما ماجرای خلع شاه تحماس و از سلطنت توسط نادر شاه یه داستان پر از پیچ و خم سیاسی و نظامی و به همین سادگی ها نبود قبلش اگه تا اینجا خوشتون اومده حتما لایک و بکوبین تا بگم چه اتفاقی افتاد که نادر تصمیم گرفت تحماس رو از سلطنت خلق کنه. وقتی نادرشاه به قدرت رسید، هدفش این بود که ایران رو از وضعیت آشوب بیرون بیاره و کشور رو متحد و یک بارچه کنه. تو این مسیر نادر چند بار با دشمنای خارجی جنگید و موفقیت بزرگی به دست آورد. اما تحماس که شاه وقت ایران بود و البته فردی ضعیف و بی تدبیر نمیتونست کشور رو عملا اداره کنه. یه مثال بزرگش این بود که وقتی نادر برای سرکوب شورش به شرق ایران رفته بود، تحماس خودش دست به کار شد و به عثمانی حمله کرد. اما چون تحماس نه تدبیر نادر رو داشت و نه تجربه شد، تو این جنگ شکست خورد و بخشهایی از ایران رو به عثمانی واگذار کرد نادر از این حرکت تهماس ناراحت شد و وقتی برگشت تصمیم گرفت که اداره کشور رو خودش به دست بگیره جشنی رو ترتیب داد و تهماس رو هم دعوت کرد تو این مهمونی نادر تهماس رو تشویق کرد که شراب بخوره و تهماس هم از حد مستی رو گذروند نادر هم از این فرصت استفاده کرد و به بزرگان کشور گفت تحماس لیاقت شاهی رو نداره همه بزرگان هم که میدونستن نادر چه خدمات بزرگی کرده و چقدر قدرتمنده با حرفش موافقت کردند. تحماس رو از سلطنت خل کردن و به جاش پسر کوچیکش عباس سوم که فقط هشت ماهش بود رو به عنوان شاه اعلام کردن نادر هم شد نایب و سلطنه، اما در عمل همه ای امور کشور در دست اون بود بعد از یه مدت اون میخواست همه چی قانونی و رسمی دستش باشه پس تو سال 1148 هجری بزرگان و سران اقوام مختلف رو به دشت مغان دعوت کرد و تو این جلسه نادر گفت که دیگه خسته شده و یکی دیگر رو بود بذارن جای این ولی این صحبت ها در واقع یک نوع نمایش بود چون قبلش با بزرگان هماهنگ شده بود که نادر رو به عنوان شاه انتخاب کنن یا پیشنهاد کنن بزرگان هم که از شجاعت و دلاوری نادر و اینکه چطور تونسته بود ایران رو از دست دشمنان خارجی و شورشی های داخلی نجات بده خبر داشتن همگی نادر رو به عنوان شاه جدید پیشنهاد کردند و نادر شاه هم قبول کرد اینطوری شد که نادر رسما و با تایید بزرگان کشور شد شاه ایران و سلسله صفوی عملا منقرض شد نادر شاه بعد از تاجگذاری خیلی سعی کرد که عراضی ایران رو که از دست رفته بود رو بازپسگیری کنه. اون با سرکوب شورش ها در داخل کشور و همچنین شکست دادن ارتش عثمانی در منطقه قفقاز مرزهای ایران رو تقویت کرد. همچنین با عثمانی معاهده های امضا کرد که به ایران اجازه داد عراضی رو که از دست داده بود قبلا رو پس بگیره. اون برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تلاش های زیادی کرد نادرشا سیستم مالیاتی جدیدی رو برقرار کرد و تجارت با کشورهای خارجی رو گسترش داد نادر حتی به یادگیری و توسعه علوم و فنون هم اهمیت زیادی میداد و کتابخانه های بزرگی تو شهرهای مختلف ساخت و دانشمندان و آلمان رو تشویق به تحقیقات علمی می کرد و با کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه هم رابطه دوستانه برقرار کرد تا بتونه از تجربیات علمی و فنی اونا بهره ببره همینطور که گفتیم اون با تلاش زیاد موفق شد ایران رو از دست افغانها عثمانی ها و روس ها پس بگیره و کشور رو دوباره یک پارچه کنه اما یکی از مهمترین و جنجالی ترین اقداماتش حمله به هند بود که داستان جذابی پشتش داره داستان از این قراره که نادرشاه دنبال یه بهونه برای حمله به هند میگشت که پادشاه هند این بهونه رو داد دستش و هم این بود که پادشاه وقت هند محمد شاه گورکانی به شورشیان افغان که علیه نادرشاه بودند پناه داده بود اما واقعیت دیگرش این بود که نادرشاه از ثروت هند خبردار شده بود و قصد داشت که اونجا رو تسخیر کنه و گنجهای اونجا رو برای خودش به ایران بیاره اون با یک لشکر بزرگ به هند حمله کرد و در سال 1739 میلادی در جنگ کرنال با ارتش محمد شاه روبرو شد. داستان این جنگ خیلی جذابه چون نادرشاه با تکنیک های هوشمندانه و استفاده از توبخانه ها موفق شد ارتش هند رو شکست بده و خودش رو به دهلی پایتخت هند برسونه. بعد از این پیروزی نادرشاه به قصر محمد شاه رفت و طی مراسمی سلطنت هند رو به رسمیت شناخت اما اینجا داستان تموم نشد نادرشاه برای اینکه قدرتش رو نشون بده شروع به قارت و چپاول ثروت دهلی کرد از جواهرات و طلا گرفته تا سنگ های قیمتی مثل الماس معروف کوه نور و تخت تابوس که همه رو با خودش به ایران آورد. میگن که مقدار زیادی از این گنج ها هنوز هم در ایران وجود داره. حمله نادرشاه به هند از یک طرف باعث شد که ایران به یکی از ثروتمندترین کشورهای زمان خودش تبدیل بشه ولی از طرف دیگه به شدت باعث رنجش و نفرت مردم هند شد. اما چیزی که مسلمه اینه که نادرشاه با این اقدامش نام خودش را در تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین جنگجویان و فاتحان زمان خودش ثبت کرد این جریان گذشت و نادرشاه بعد از کلی جنگ و کشورگشایی وقتی از یک جنگ بزرگ برگشت دید اوضاع مملکت خوب نیست و هر کی واسه خودش داره یه سازی میزنه کم کم به همه بدبین و شکاک شد حتی به پسرش رضا قلی میرزا شایعه هایی هم که به گوش نادر میرسید شک اونو بیشتر میکرد و و شکش هم این بود که رضا قلی داره تلاش میکنه که تاج و تخت رو از اون بگیره نادر که حسابی از این فکرها ترسیده بود یه روز تصمیم گرفت چشم پسرشو پسرش رو کور کنه تا خیالش راحت بشه این کارو کرد و رضا قلی رو از تخت و تاج دور کرده اما بعدش نادرشاه فهمید که اشتباه کرده و پشیمون شد و این ماجرا باعث شد که نادرشاه همیشه ناراحت و عصبی باشه و دیگه اون فرمانده قوی و قاطع قبلی نشه رضا قلی هم که کور شده بود دیگه نتونست مثل قبل زندگی کنه و کم کم ضعیف و بیمار شد تا بالاخره از دنیا رفت این جریانم نادرشاه رو حسابی داغون کرد و باعث شد تا پایان عمرش یه جورایی دل شکست و ناراحت باشه نادرشاه با این بدبینی هاش تو آخر عمرش باعث شد که دست به کشتار و کور کردن افراد زیادی بزنه تا اینکه در سال 1747 میلادی نادرشاه در اردویی که نزدیک قلعش زده بود به دست افسران ایرانی افشار و قاجار کشته شد این توطعه به دلیل ترس افسران از اینکه نادرشاه ممکن بود دستور دستگیرشون رو صادر کنه رخ داد بعد از مرگ او سپاه نادر پراکنده شد و گنجینش هم به سرقت رفت فرزندانش هم به جز یکی از نوههاش به نام شاه رخ میرزا همه کشته شدند مرگ نادرشاه باعث ورود ایران به دوره از نزاعات داخلی شد شاه رخ میرزا که نوه اون بود در تلاش بود قدرت رو به دست بگیره اما مقاومت ها و شورش های مختلف از جمله افسران افشار و قاجار کشور رو به سمت نزاع برد شاهروخ هم کار به جایی نبود علی قلی خان که بعدها به نام عادل شاه شناخته میشد تونست به سلطنت برسه بعد از نادر اما همچنان با مخالفت و دشمنی های داخلی مواجه بود این مخالفت ها باعث شد که قدرت واحد و یک پارچه در کشور وجود نداشته باشه و یه مدت ایران پر از هرج و داخلی باشه این مبارزات جانشینی تحولات بزرگی رو در تاریخ ایران رقم زد که نشانه پایان دوران افشاریان در ایران امیدوارم که این ویدیو به شما نشون داده باشه که یک رهبر بزرگ چگونه میتونه تاریخ یک ملت رو به روایتی بی‌نظیر تبدیل کنه ممنونم که امروز هم همراه ما بودین لایک و کامنت و سابسکرایب بیایتون نره اگر اشتباهی داشتین ما رو به بزرگی خودتون ببخشین تا درودی دیگر بدرود